عید قربان یا عید الاضحا روز دهم ذی‌الحجه از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود که در چنین روزی ابراهیم فرزندش اسماعیل را به قربانگاه برد که جبرئیل به همراه قوچی بر او نازل شد و به حضرت ابراهیم فرمودند تا آن قوچ را به جای حضرت اسماعیل قربانی کند. دهه بزرگداشت عید قدیر نیز همزمان با این روز آغاز می شود. در ادامه به گزارش همکارم در رابطه با فلسفه اهمیت و فضائل این عید بزرگ اسلامی توجه فرمایید. بنابر روایات در این روز خدای متعال به حضرت ابراهیم خلیل فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را در راه خدا قربانی کند. سنت قربانی در روز عید قربان در سرزمین منا به یاد آن رخ داده است. قربانی کردن در این روز بر حاجیانی که در سرزمین منا حضور داشته باشند واجب و برای سایر مسلمانان مستحب مؤکد است. در حقیقت فلسفه عید قربان به مسلخ بردن شهوات و به قربانگاه بردن تمایلات نفسانی در پیشگاه معبود است. مفهوم این عید بازگشت انسان به مقام قرب الهی است که این مقام در سایه مبارزه با هواهای نفسانی و در پرتو تهذیب، خودسازی و بهره‌گیری از فرصت‌های ناب به دست می‌آید. عید قربان روز آزمایش و امتحان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است که از آن سربلند بیرون آمدند. شاید دعای عرفه امام حسین و نیز ثواب زیارت آن حضرت در این روز بی ارتباط به مقدمه بودن این روز برای عید قربان نباشد. در آنجا که در مفاهیم دینی ذبح عظیم به عنوان یک حقیقت بزرگ در تمام طول تاریخ خلقت ذکر شده و خدای متعال خبر آن را قبل از خلقت آدم به همه اهل آسمان داده بود و ملائک خدا نیز خبر این واقعه عظیم را به همه انبیا و اولیا در همه دورانها دادند. ذبح عظیم ماجرای ذبح فرزند اشرف مخلوقات خدا به دست شرورترین خلق خداست. ذبح عظیم ذبح حسین ابن علی علیه السلام است که بر اساس تقدیر ازلی خدا در حساس‌ترین شرایط زمانی راضی به قضای الهی می شود و با ایثار خون خود دین خدا را احیا می کند. ذبح عظیم در میان ملائک و انبیا و اولیای خدا از مشهورترین وقایع تاریخ خلقت است و در نزد خدا عظمت و حرمتی بس شگرف دارد و هر کس به آن متوسل شود دعایش مستجاب و در پیشگاه الهی به جایگاهی بس عظیم دست می‌یابد. در منابع دینی اعمالی برای شب و روز عید قربان ذکر شده که شب زنده‌داری، زیارت امام حسین علیه السلام، غسل، دعای ندبه و نماز عید قربان از جمله آنهاست. روزه گرفتن در این روز حرام است.